حوزه علمیه علامه ابن فهد هلی صبح روز شنبه 11 ربیع الاول سال 1401 عید قدیر ثانی را با حضور اساتید و فرهیختگان و طلاب حوزه جشن گرفت. طبق باور شیعیان 9 ربیع الاول روز بزرگداشت عید آل محمد صلی الله علیه و آله است که به قدیر ثانی و فرحت الزهرا معروف است. آیت الله العظمی شیرازی در اهمیت این روز فرمودند: 9 ربیع الاول روز تبری جستن از دشمنان اهل بیت علیهم السلام است. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، حوزه علمیه بانوان الولاء المهدوی در استان زیغار عراق فعالیت خود را آغاز کرد. حوزه علمیه بانوان الولاء المهدوی در عمل به توصیه های بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر اهمیت فراگیری علوم دینی توسط شبکه جهانی الشاعر افتتاح گردیده است. سد باستانی قنطرت البیضا در شهر مقدس کربلا و سد باستانی العظیم در استان دیاله به سازه‌های آبیاری میراث جهانی اضافه شدند. گروه رسانه‌ای دولت عراق در بیانیه اعلام کرد طی 73 جلسه شورای اجرایی سازمان بین‌المللی برای آبیاری و زهکشی ICID در 6 اکتبر در آدلاید استرالیا این سدها به سازه‌های آبیاری میراث جهانی اضافه شدند. جان فرانکو روازی رئیس شورای فرهنگی واتیکان با هیئت میهمان عراقی از حرم مطهر امام حسین علیه السلام دیدار کرد. رئیس شورای فرهنگی واتیکان در این دیدار از گشودن افقهای همکاری با رویکرد تقویت روابط بین دو کشور سخن گفت. در این جلسه پیشنهاد ساخت بنای یادبودی برای بزرگداشت نشست پاپ فرانسیس و آیت الله العظمی سیستانی مطرح شد، روزی که دولت عراق آن را روز ملی همزیستی مسالمت‌آمیز نامید. دوحه پایتخت قطر شنبه 16 مهر ماه میزبان دیدار میان مقامات آمریکایی و نمایندگانی از طالبان بود. الخلیج الجدید به نقل از CNN گزارش داد که مقامات ارشد دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه برای اولین بار پس از قتل الزواهری شخصا با طالبان دیدار کردند. این دیدار در حالی انجام شده که مقامات طالبان همواره آمریکا را بزرگترین دشمن خود مینامند و انتشار خبر این مذاکرات سوالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. دیدبان حقوق بشر مقامات هندی را متهم به تبعیض و استفاده فزاینده از مجازات های خودسرانه علیه مسلمانانی کرده است که گفته می شود قانون را زیر پا گذاشتند. این سازمان گفت که در چندین ایالت تحت حکومت حزب ملیگرای هندو بهاراتیا جناتا مقامات خانه ها و اموال مسلمانان را بدون مجوز قانونی ویران کردند و اخیراً مردان مسلمان را به اتهام اخلال در جشنواره هندوها در ملأ عام شلاق زدند. رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 شهرستان قم با اشاره به ثبت یک وقف جدید در شهر مقدس قم گفت این موقوفه 1 ملک به مساحت 865 متر مربع واقع در روستای جعفرآباد شهرستان جعفریه است که بر اساس قیمت منطقه‌ای ارزش این ملک حدوداً متری 4 میلیون تومان تخمین زده می شود. به افزود الله وردی مرادی واقف محترم این ملک آن را برای ایجاد مجتمع فرهنگی اجتماعی و قرآنی با نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها وقف کرده و مقرر شده خود او متولی موقوفه باشد. ارتش سومالی روز گذشته یک شنبه اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور در منطقه هیران در مرکز سومالی عملیاتی انجام دادند. بر اساس این گزارش یگانهای ارتش با همکاری شبه نظامیان عشایر حمله پیشدستانه ای را علیه سنی‌های تندروی الشباب در روستای جیبو واقع در منطقه هیران انجام دادند و در این عملیات که 10 ساعت به طول انجامید 200 تن از عناصر الشباب به هلاکت رسیدند.